یه دادگاهی بود به ریاست آیت الله مشکینی، شما منشیش بودید برای رسیدگی به تخلفات برخی روحانیون، درسته؟ چه تخلفاتی اون موقع اوایل انقلاب از روحانیون چیزی تو ذهنتون هست؟ چه چیزایی مثلا بود ارجاع داده میشد به شما؟ عرض کنم که بله، ما دادگاهی رو امام فرموده بود که تشکیل بشه و خود روحانیون مسئول دادگاه داشته باشن و سرش هم شاید ذکر کرده بودن یا فرموده بودن یا در نوشتن بود که برای یه سری مسائل است که از روحانیت دست دیگران نیفته و حیثیت و آبروی روحانی خلافکار هم محفوظ بمانه. از این جهت مسئولیت دادگاه رو گفته بودن که روحانیون باید داشته باشن. وقت در قوم هم ما این دادگاه تشکیل دادیم و روحانیون خلافکاری رو که ما چیز کردیم که محاکمه می کردیم، مثلا افراد بودن که ارتباط با ساواک داشتن قبلا، بودن یه عده زیادی در لیستی که از ساواک به دست من افتاده بود، خدا رحمت کند آیت الله منتظری رو، ایشون زنگ زد به من که پرونده های ساواک در بیرون محل اداره اطلاعات الان، این محل کمیته بود، محل بود که مربوط به ژاندارمری بود، پرونده های ساواک رو برده بودن اونجا، پرونده هایی که در سواش بود، بعد از اونجا آورده بودن توی اتاق بزرگی که از این اتاق بزرگتر بود، پرونده ها ریخته بودن اونجا. کلید این اتاق دست مرحوم آیت الله منتظری بود. زنگ زد به من که این پرونده ها هست و شما اینو بیا، من میفرستم، مثلا کلید میفرستم، شما این پرونده ها رو ببین چجوری هست اینا. بسیار چشم، رفتیم پرونده رو گرفتیم و یه دو سه نفر از برادران خوبی که الان از مسئولین هستن، خودشون از فضلا و علما بزرگ ایران و غیر ایران هستن، چون این چند فرستادم الان دو نفرشون یادم هست که یکی از علما بزرگ ایرانه، یکی هم خارج ایران رفته. اسمشون رو نمیتونیم بگیم؟ لازم نیست بگم. عرض کنم که فرستادم اونجا و کنم برای اینا رو بخونید. اینا رفتن دو خوندن دو اشخاصی که معمم بودند و ارتباط با ساواک داشتن توی پرونده های ساواک پیدا کردیم. تمام پرونده ها رو جمع کردیم و آماده کردیم و از اونجا که کمیته اول اونجا بود قبل از تشکیل سپاه، از اونجا آوردیم در یک اتاقی که محل کار من بود که هم آخر من هم قضات دادگاه های انقلاب رو تمام همه قضات دادگاه های انقلاب رو به واسطه من انجام میگرفت و ابلاغیش رو من میلوشتم و میپرستم آقای منتظری آقای مشکل امضا میکردن و هم برای دادستان ها زمان محمود قدسی کار میکردیم. یه محلی داشتیم اینجا، فرستادم این پرونده ها رو همه رو آوردند و در یک اتاقی همه رو جمع جور کردیم. یه دو سه نفر از برادران رو گذاشتیم که این پرونده ها رو رسیدگی کنن، تو دو سه فایل هم گرفتیم آماده کردیم و که بعد که داد که بعد که وزارت اطلاعات تشکیل شد دادیم به اونا. وقت قهرن میدونستیم که کی ارتباط با ساواک داره و چقدر پول گرفته. از رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی خبرگان باید رئیس جدید انتخاب کنه. صحبت این رو نفر خاصی نشده. نمیدونم. به چیزایی نوشتن من نبودم جز اون جمعی که اون حرف رو زدن. چیزی که بعضن میگن، بعضی ها میگن که اعضای مجلس خبرگان بر کار رهبری نظارت دارن. برخی ها میگن نه این درست نیست، نظارتی نیست، فقط به عنوان مطلبی که الان اشاره کرده بودم بود که نه نظارت اونجوری ندارن، مطلع میشن از کاری که رهبریم. کدومشو شما قبول دارین؟ نظارت دارن؟ من چی قبول دارم؟ برای نظارت هست و هیئتی هم داریم برای این جهت، یعنی برای کار رهبری نظارت. همون سال اول تشکیل دیم خیلی هم حرف زدیم اونجا برای اسم، برای اینکه تثبیت کنیم اینا. همون وقتا ما گفتم بس شما این حرفا رو میزنید براتون بعد تموم میشه، تو تموم میشه. حالا آقای مشکینی هم رئیس خبرگان بود میرفت خدمت امام. این که بعضی هم واجبا سعی میکنن که گرایش ها و کشمکش های سیاسی رو بکشونن به مجلس خبرگان، این چه همین بعضیا مثلا به خصوص برخی بزرگان مجلس خبرگان ابراز نگرانی میکنن، به خصوص برای انتخابات
پیش روی سال آینده که بعضیا میخوان این کشمکش های جناحی و سیاسی رو شما میزنید به من بگید، من هیچ نگرانی ندارم، برای اینکه از اول من پیر جزء پیرای شورای نگهبانم. بله خدا حفظ کنه حسایت الله جندی رو. رفتن من به شورای نگهبان به زور امام بوده، هرچی هم کردیم نشد تا بالاخره رفتم اونجا. یه اتهامایی رو مطرح میکنن مثلا در مورد شورای نگهبان که شورای نگهبان جمعشون یک نفر در واقع نظر نهایی رو میدونم آیت الله جنتیه، یا اینکه مثلا سیاسی نظر میده در مورد مسائل به خصوص در مورد احراز صلاحیت ها. دروغ هم یه دروغ بی خود. یه وقتی هم حاج آقای جنتی من یادم هست، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. حاج آقای جنتی سلام الله تعالی علیه بسیار متدین متعهد کسی است که ظاهرا از این 51 رکعت نمازی که نافله و واجبات نماز در شبان روز هست که 34 رکعت نماز نافله مستحبی و 17 رکعت واجب قطع نمیشه، ترک نمیکنه، معتبر کارش انجام میده، آدم بسیار شایسته است. اینا دیگه خودشون رو به اسلام و انقلاب شناسوندن. و یعنی چه به آقای جنتی یه نفر هست نظر میده، منم ولی اون که در حد ایشون نمیخوام بگم هستم، ولی منم یه نفر نظر میدم. خب وقتی که قبول نداشته میفرموش بهشون عرض میکنی یه فرمون درست میشه، ایشون هم ممکنه رای گاهی از اوقات رای بده گاهی هم رای نده. نخیه اینطور نیست، باید هفت نفر چیزی رو خلاف قانون اساسی بدونن تا رد بشه، یا چهار نفر خلاف شهر بدونن رد بشه، و الا سرج خودش هر چی با توجه که شورای نگهبان دیگه یک نهاد مشخص مبرز سیانت کننده از انقلاب اسلامی است و اینا برای همه بعد از 30 سال جا افتاده، چرا برخی هایی که اتفاقا توی قدرت هم هستن به خصوص سر انتخابات ها نمیخوان بپذیرند که این نهاد کارش رو میخواد بکنه، به نوعی خط و نشان هایی میکشن؟ ببینید این سوالات باید بید از خود اون بعد بکنید. ما که وضعمون اینطوری است که غیر عرض کنم ضوابط رو براش حساب باز نکنی و نمیکنی، اصلا این حرفا نیست. در بعضی از شهرستان ها ما یادم هست که یک کسی، حالا یادم هم هست که بود، نامزد شده بود و ماها دلمون نمیخواست رای بیاره، ولی سرناظرای ما وقتی که انتخابات برگزار شد اومد گفت فلانی رای آورد، اون حقوق شا بود که برخلاف میل ماشه. وقتی مردم به حسب آزادی خودشون بعد از اینکه شورای نگهبان تایید صلاحیت کرده خودشون رفتن شورای نگهبان هم نظارت کرده رای دادن، اکثریت آورد، ما میشیم قبول داریم، ولی دوست نداشته باشیم که او رای بیاره، ولی دخالت در این کارو نمیکنیم و خلاف وظیفه خلاف شهر این کارو بکنیم. اگه من این سوال از آقای جنتی هم پرسیدم، بعد مطرح میشه به خصوص توی میان قشر جوان جامعه که مثلا چرا شورای نگهبان توی انتخاباتی افرادی رو تایید میکنه، تایید صلاحیت میکنه برای منصبی، اون فردم به یه منصب خیلی بالایی میرسه، بعد از یه مدت برای منصب دیگه نامزد میشه ولی شورای نگهبان تاییدش نمیکنه، این بالاخره چجوریه؟ تایید شده است، تایید نشده است؟ نه ببینید ملا همونطوری که حضرت امام رحمت الله علیه در فرمایشون بودن، ملا حال فعلی اشخاصه. گاهی ممکن است که یه نفر بر اساس اطلاعاتی که آدم داره به یادم بدی نیست، بعد در عمل ببینه به خلافایی میکنه، اون حال فعلیش تغییر بکنه، یا ممکن است که قبلا به یک مسئله نرسیده باشه، از اون طرف هم ممکنه، ممکنه کسی رو رد بکنیم ما ولی بعدا ببینیم که اشتباه کردیم برگردیم. کم، البته خیلی کم اتفاق بیفتد، ولی ما کمال دقت خودمون رو واقعا در تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت اشخاص به کار میبریم، منتها ممکن اشتباه بکنیم، خیلی کمه. اگر که اشتباه کردیم از جوان برمیگردیم. در خبرگان همینطوره، در خبرگان رهبری یادم است که یک کسی رو که یادم الان کی هست من تو اسم نمیخوام ببرم، این آقا رو ما تایید کردیم رأی آورد اومد توی خبرگان، ولی برای مرتبه بعد که در میان دوره ای بود یا مثلا رأی آورد برای مرتبه بعد که چیز کردیم نهشون صلاحیت نده بی خود تاییدش کردیم جلو تو تایید نکردیم. نظر شخصی با اشخاص نباید داشته باشیم و به هم دل و به هم دل الله تعالی نداریم. پس بعضیا میگن که انتخابات ریاست جمهوری 92 سخت ترین مرحله بود برای شورای نگهبان تو تایید صلاحیت ها، شما هم چنین چیزی رو قبول دارید؟ نه من نمیدونم. و
برای هم انتخابات ریاست جمهوری اخیر. نه که هم افراد زیادی آمده بودن، هم افراد شاخصی بودن که تایید احراز نشدن. خوب باش احراز نشدن، هیچ کار که احراز نشدن ده گناه من چیه؟ ما باید ببینیم این ضوابطی رو که قانون گفته باید، مخصوصا در ریاست جمهوری که خود از 115 شرایط تقریبا ذکر کرده، اون شرایطی رو که در قانون هست داره طرف بگیم قبول داریم و الا خب مسئول هستیم پیش خدا. آخو جواب خدا رو چی بدیم؟ جهت با اینکه این صلاحیت داره بگم صلاحیت نداره، یا معلوم نیست صلاحیتش بگم صلاحیت داره، خدا روز قیامت پدر رو در میاره. و چه مسئول داخل بالاترین مسئولیت رو در کشور بعد از مقام رهبری به حسب اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور داره. وقت کسی که بالاترین مسئولیت رو داره من صلاحیت نداره حرف نزنم، اینه که مسلمانی شد. آج آقا این فتنه 88 یه اشاره بهش کردید عمل کرده شما رو فتنه 88 به نظرتون خودتون به عنوان آیت الله مؤمن اون توقعی که از همه خواص داشتید توی قضای فتنه محقق شد که به زودی عکس العمل نشد؟ بالاخره اون تو که از همه باید انجام بشه انجام نگرفت، همین قطعا میشه یه نخواهیتی من شما خودتون هم انتظارش داشتین از برخی از بعضی هم؟ نه از بعضی هم انتظار داشتم که آدم مرد مردونه بابا وقت فهمیدی اشتباه شده خب برگرد دیگه، شروع جهان کجا اومده طرف داری و جانب داری از شخص کرده و کسی رو که رأی آورده گفته رأی نیورده، خیلی بی انصافی کردن. آقای دکتر حسن روحانی از شاگردان شما بودن درسته؟ این که دیگه مربوط به خواب حال بودن درسته؟ بله بودن. هنوز هم ارتباط استاد شاگردی دارید؟ بله. ارتباط یعنی چه؟ ارتباطی که با هم بالاخره با رفیق و بیانه بله سلام علیکی با هم میکنیم خیلی منتها من عهد رفت آمد نیستم. چرا؟ یه شنباری که هم رسیدیم سلام علیکی داشتیم و تبریک هم بهشون گفت. آیا تو این مدت مثلا به عنوان کسی که بالاخره شاگرد شما بوده توصیه ای چیزی بهشون داشتید تو حالا عالم ریاست جمهوری و کشورداری و مطلبی انتقادی؟ سال اون یادم نیست چیزی به اون صورت نگفتم، فقط ایشون بنده خدا در اولین باری که به هم برخوردیم که بعد از رفتن خدمت مقام معظم رهبری بود برای اجلاس خبرگان اونجا، ایشون مثلا من گفتم خدا انشالله شما موفق بکنه برای اینکه کارو بتونه انجام بده، بنده خدا ایشون هم گفت که من به دعای تو مثلا احتیاج دارم اون حرفا. و اما من خیلی آدمی که خودمو نشون بدم نیستم. بعد از شاگردان قویتون بودن آقای روحانی؟ خوب بود آقای روحانی، منتها حیف که درس ادامه نداد.